سلام من امروز این لاکچری رو داشتم که بتونم از خونه کار کنم و همینطور که میبینید مشغول کارا بودم یه سری کارهای ادمین و کار دیتا انتری داشتیم که اگر ما میخواستیم اینور انجام بدیم شاید ساعتها بلکه روزها زمان میبرد کار اکسل و کارهای کاغذبازی و کپی پیس کردن دیتا از این ور به اون برای این داستانها برای کار مارکتینگمون و طبق معمول من رفتم متوسل شدم به وبسایت هایی که قبلا هم معرفیتون کردم معرفی کردم خدمتتون مثل فایور و اپورک و یهو به نکته برخوردم که منو به فکر فرو برد و داشتم با خودم فکر میکردم که خب خیلی از دوستانی که ایران هستند خیلی از ادوایس های ما خیلی از کورس های آموزشون اصلا ممکنه دردشون نخوره یا خیلی ها تماس میگیرن میگن آقا ما ایرانی ما یا یک دوستی داریم توی ایران میخوایم یک کاری بکنیم آیا ما کاری میتونیم بکنیم با این وضعیت اقتصادی و این داستان محدودیت هایی که وجود داره و اینها یه ها یک یک چیزی دارم که در واقع کشور دیگه کردن میگم فکرش مال من نیست ولی گفتم اینو شعر کنم باهاتون شاید بخصا دوستانی که ایران هستن یا دوستانی این که اینجا هستن و دوست دارن با دوستان دیگرشون که توی ایرانن همچنان کار کنن کارهای قشنگی میشه کرد خیلی از کارها رو میشه از راه دور انجام داد همینطور که مثل من امروز توی خونه نشستم و دارم به قول معروف مشقامو مینویسم خیلی از کارها رو خیلی از شرکت ها میتونن از راه دور انجام بدن و دارن برون سپاری میکنن یه ویدیوی هم قبلا درست کردم به نام گیگ اکانومی اگه دوست داشته باشید اون رو برید ببینید خیلی جزئیات راحت بیشتری توش هست در این حین که خیلی از شرکت ها خیلی کارا رو برون سپاری یا آوتسورس میکنن خیلی از این کارا مثل برنامه نویسی مثل گرافیک دیزاین طراحی گرافیک مثل کارای دیتا انتری ورود اطلاعات و فایل اکسل و کپی پیس کردن و مرتب کردن دیتابیس و سی و این داستان ها Uh, خیلی از این کارها رو میشه uh, داد به یک نفر دیگه یک جای دیگه یک کشور دیگه انجام بده و این وبسایت هایی مثل فایور اینو هم میذارم ببینید وبسایت هایی مثل فایور یا مثل اپ ورک پر از از این فریلانسرها ها هست که از جای مختلف دنیا هستن الام آمادگی میکنن مثلا میگن من نمیدونم 50 دلار میگیرم من 40 دلار میگیرم و این کار رو انجام میدم مثلا این کاری که من داشتم یه چیزی هول 6 7 ساعت کار دیتا انتری ورود اطلاعات از اینجا کپی پیست کن توی اکسل از اینجا بزار اون ور دو کلیک بکن توی وبسایت مشخصات یه سری از مشاغل رو میخواستم مثلا مهندسین رجیستر شده معمارین رجیستر شده وکلا رجیستر داشتم تلاش میکردم که یکی رو پیدا کنم و خوشبختانه با قیمت خیلی خوب مالوش مثلا 40 50 دلار 5 -6 ساعت کار میدیم انجام میدن خیلی از دوستان این بعضی های خلاقیتی به کار بردن اینو میخواستم میگم بعضی های خلاقیتی داشتن که من داشتم وقتی چت میکردم باهاشون توی همین سایت فایور میگفتن که نه ما یه شرکتیم اینجا هفتش نفر هستن کارشون ورود اطلاعات و اکسل و ورد و این چیزاست یه چهار نفر هستن کارشون اوتوکده چهار پنج نفر هستن کارشون 3DS Max نمیدونم چند نفر دیگه کارهای مختلف تراحی گرافیک و لوگو و ویب اینا میکنن یه همچین تیمی رو جمع کردن توی کشورهای ارزون مثل هندوستان مثل پاکستان مثل بنگلادش و مثل مکزیک و دارن از نیروی انسانی ارزان توی اون کشورها استفاده میکنن زنن کارآفرینی هم میکنن و دارن درآمد دلاری کسب میکنن و اون درآمد رو وارد کشورشون میکنن خیلی از ماها هم شاید بتونیم همین کار رو بکنیم من اگر بیکار بودم یه مقدار سرم خلوت تر بود حوصله این کار رو داشتم باور کنید یکی از فرصت اقتصادی که من خودم شاید دو دستی میچسبیدم یعنی کافی است که یک دوستی داشته باشید در خارج از کشور یا برای کسانی که تو ایران هستن یه دوستی داشته باشید مقابل اعتماد در خارج از کشور که بتونه براتون یک حساب پیپل باز کنه حالا به نام خودش باز کنه ولی در نهایت شما باهاش کار کنید دیگه مجبورین با از طریق وی پی این و این داستان ها مشکلات محدودیت های اینترنت ایران رو دور بزنید دیگه ولی یک حساب پیپل داشته باشید و یک پروفایل درست کردن توی سایت هایی مثل فایور، اپورک، ورک، فریلنسر اصلا کاری نداره و اونجا میتونید به قول نمونه کاراتون رو بذارید و شروع کنید به تبلیغ کردن شرکت های مثل بنده که میان سرچ میکنن مثلا کار دیتا انتری از شما هم قیمت میگیرن و درسته که این قیمت برای ما اینجا 40 50 دلار ممکنه چیزی نباشه حقوق یک روز اون طرف هم نیست 5 -6 ساعت کاره یک روز کامل کاره حقوق یک ساعتشه در واقع من در واقع دارم یک هشتم پولی که باید میدادم میدم منتها شاید این 5, 40, 50 50 دلار در ایران که میشه 400 500 هزار تومان درست گفتم 400 500 هزار تومان شاید حقوق یک هفته دو هفته یک نیروی کار باشه که تخصص آنچنان زیاد و مهندسی و آنچنان چیز هم نمیخواد در حد رسم فنی و اکسل و ورد و چهار و طراحی دیزاین اینا در مفصار که تو ایران خیلی بچهای های پیدا میشن و قیمت ها هم به مراتب پایین شاید فرصت اقتصادی خوبی باشه که یک هم هم به قول معروف یک نفعی به این ور کشورهای این ور به کارفرماتون برسه هم یک نفعی برای اقتصاد مملکتمون داشته باشه یک درآمد دلاری است یک کارآفرینی است توی اون مملکت دیگران همه دارن کاراشون رو از دست میدن وضعیت اقتصادی خرابه محدودیت های بین المللی داریم شاید بشه اینطوری حداقل دست چهار نفر آدم رو گرفت هم یه فرصت اقتصادی است هم یه قانون دشی پول درست میکنه اگر بنا به استفاده نباشه ازش چون تو مملکت ما هر چیزی رو یه جوری میگیرن ازش سوء استفاده می کنن دیگه من نمیدونم ان که بنا به سوء استفاده نباشه بنا به کارآفرینی باشه و اینطور اگر باشه فقط کافیه که یک دوستی معتمد یه چیزی داشته باشه که در خارج از کشور براتون یک حساب وریفاید شده تایید شده یه پیپل با آدرس و تلفن و مشخصات خارج از کشور داشته باشه و شما شروع کنید به کار گرفتن از طریق اینترنت از شرکت های مختلف سراسر دنیا اگر قیمت هاتون هم با هندوستان بنگلادش پاکستان الان من این کار رو دادم به, خان... به یک خانومی در پاکستان چهل دلار میگیره در از 5 ساعت این شیش ساعت این کار انجام میده حالا 6 ساعتش هم بشه یه روز بازم خیلی فرق نمیکنه ما همان چرا ای نداریم تازه یکی دو بارم ادیت میکنه ویرایش میکنه تصحیح میکنه همین کار رو شما حساب کنید در حجم بالا شما اگه بتونید روزی 7 تا از این کار بگیرید تقریبا تمام اون پرسنالی که در ایران برای این کار میذارید توی اون دفتر میتونید مشغول نگه دارید خودش یک بنگاه کارآفری نیست خواستم اینو باهاتون شعر کنم امیدوارم که به درتون بخوره ما که اینجا سرمون شلوغ شاید نتونیم از این از اون ور قضیه از اون ور میز توی ایران به شکل یک بیزنس ببینیم ولی واقعیتش اینه که هست اگر دنیا پر از فرصت های اقتصادی است با وجود کرونا با وجود تحریم‌ها، با وجود محدودیت های مالی دنیا پر از فرصت اقتصادی است و میتونه به نفع هممون تک تک مردم جامعهمون باشه میتونه به نفع بیزنسمن ها باشه میتونه به نفع کارکنان باشه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه ممنونم و خداحافظ